سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و به کانال شری ولنس خوش اومدین. امروز میخوایم در مورد فواید کرفس بیشتر بدونیم. وقتی که هر روز برای یک هفته کرفس بخوریم، این تغییرات تو بدن ما به وجود میاد. کرفس سبزی ترد و آبکیه که به نظر میرسه مجبوری قورتش میدیم. بعضی از مردم علاقه به این سبزی ندارن و به نظر میرسه تو فروشگاه‌ها بسیار کم اهمیت هست. احتمالاً این تصور غلط رو دارید که این سبزی فقط آب و مقداری فیبره و هیچ ارزش غذایی نداره. کرفس در واقع دارای بسیاری از مزایای شگفت‌انگیز سلامتیه که نه تنها میتونه به بهبود سلامت شما کمک کنه، بلکه به بهبود زندگی شما هم کمک میکنه. در واقع این سبزی منبعی سرشار از ویتامین آ، ب، س و ک و همینطور منیزیم، کلسیم و پتاسیمه. عناصر گیاهی فواید ضد التهابی و آنتی اکسیدانی دارن. این گیاه میتونه سیستم ایمنی بدن و ارتباطات درون سلولی رو تقویت کنه و همینطور آسیب‌های وارده به DNA ناشی از سموم رو ترمیم کنه. طبق گفته وزارت کشاورزی ایالات متحده، مصرف منظم عناصر غذایی گیاهی نتایج خوبی به عنوان یک استراتژی مؤثر در مبارزه با سرطان و بیماری‌های قلبی داشته. این مزایای طولانی مدت سلامتی چشمگیر هستند. اما آیا مزایای کوتاه مدت خوردن کرفس هم وجود داره؟ اولین تغییری که بعد از خوردن کرفس به مدت یک هفته در بدنمون شکل میگیره چیزی نیست جز کاهش وزن. کرفس کم کالریه. کاهش وزن به کمبود کالری نیاز داره. این به این معنیه که برای کاهش وزن شما باید بیش از اون چه روزانه میخورید کالری بسوزونید. از اونجا که کرفس بسیار کم کالریه، یک میان وعده عالی برای افزودن به هر رژیم غذاییه. چیپس های پر کالری رو به عنوان اسنک مصرف نکنید. اونها رو با کرفس جایگزین کنید. خوردن کالری کمتر به لاغر شدن شما کمک میکنه. بنابراین کرفس رو به رژیم غذایی خودتون اضافه کنید و از مزایای اون بهره مند بشید. شماره 2، سطح آب بیشتر. از اونجا که کرفس 95% آبه، راهی عالی برای جلوگیری از کمبود آب هست. فوایدش هم شامل افزایش انرژی، بهبود چهره، سیستم ایمن سالم و موارد دیگه هست. البته فراموش نکنید روزانه حتما 8 فنجان آب رو علاوه بر خوردن کرفس بنوشید. شماره 3، ضد التهاب. اگه در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان هستین، افزودن کرفس به رژیم غذایی میتونه به شما در جلوگیری از التهاب مزمن کمک کنه. شماره 4، درد و سوزش معده رو متوقف میکنه. کرفس به دلیل اسیدیته کم به عنوان یک راه حل برای این شرایط توصیه شده. در حالی که برای تایید تاثیر کرفس بر سوزش معده و ریفلاکس اسید باید مطالعات بیشتری انجام بشه، برخی از افرادی که اون رو امتحان کردن نتایج مثبتی رو در گذشته گزارش کردن. شماره 5، سطح کلسترول و فشار خون رو بهبود میبخشه. مطالعه دانشگاه شیکاگو نشون داده که ماده شیمیایی موجود در کرفس به نام فتالید میزان کلسترول رو 7% و فشار خون رو 18% کاهش میده. شماره 6، کمک به بهبود گوارش. افرادی که از مشکلات معده و یبوست رنج میبرن، اهمیت گنجوندن فیبر در رژیم غذایی خودشون رو میدونن. محتوای فیبر کرفس میتونه به حفظ حرکات روده شما کمک کنه. اگه هنوز تحت تاثیر قرار نگرفتین، این ویدیو رو تا آخر ببینید. برخی از مزایای بسیار شگفت انگیز سلامتی کرفس وجود داره که ممکنه شما رو شوکه کنه. شماره 7، خطر ابتلا به سرطان بر اثر بیماری های مربوط به دیواره معده رو کمتر میکنه. مطالعات نشون داده که آنتی اکسیدان های موجود در کرفس میتونه زخم معده و خطر ورم معده رو کاهش بده. شماره 8، ممکنه یک داروی تبدیلی هم باشه. کرفس حاوی سطح بالایی از هورمون های مردانه هستش و برخی معتقدن که خوردن کرفس میتونه میزان جذابیت مردانی رو که کرفس مصرف میکنن رو افزایش بده. شماره 9، چشمان شما رو سالم نگه میداره. ویتامین آ که در کرفس هم وجود داره از ویتامین های اصلی در حفظ سلامت قرینه به شمار میره. همچنین این ویتامین در درمان خشکی چشم هم موثره. خدا نگهدار چشمای خوش. شماره 10، تسکین دهنده. منیزیم موجود در کرفس به عنوان یک اثر آرامش بخش در سیستم عصبی شناخته شده. در حقیقت بقراط پدر پزشکی زمانی نوشتن که باید از کرفس برای آرامش اعصاب و خوابیدن استفاده بشه. همچنین از نظر تاریخی برای درمان اختلالات مربوط به سیستم عصبی استفاده میشه. شماره 11، میتونه به تعادل قلیایی بدن کمک کنه. کرفس به دلیل اسیدیته کم میتونه سطح pH بدن رو تثبیت کنه و تجمع اسیدی رو متوقف کنه. شماره 12، دفع کننده پشه. احتمالاً شنیدید که مادر بزرگ شما در مورد کرفس به عنوان دفع پشه ها تبلیغ میکنن. عصاره روغن کرفس
که به پوست مالیده میشه یک ضد پشه عمل میکنه. شماره 13 درمان عفونت ادراری. در برخی نقاط جهان کرفس روشی مؤثر در درمان عفونت ادراریه. کرفس دارای اثر ادرارآوره، بنابراین به شما کمک میکنه تا آب رو از دست بدید بدون اینکه مقدار زیاد پتاسیم از دست بره. شماره 14 میتونه قدرت باروری مردان رو افزایش بده. اخیرا مطالعه شده که کرفس با ترکیب ویتامین ای در افزایش تعداد اسپرم مردان موثره. حالا که میدونید کرفس بیش از یک میان وعده پر از آب و مقداری فیبره، سعی کنین اون رو تو رژیم روزانه خودتون بگنجونید. فقط ممکنه در عرض یک هفته، فقط یک هفته پس از انجام اون بتونید نتایج رو مشاهده کنید. گنجوندن کرفس در یک رژیم غذایی سالم و پر از مواد مغذی راهی عالی برای بهبود سلامت کلی شماست. علاوه بر حفظ رژیم غذایی سالم، حتما ورزش رو در سبک زندگی روزمره خودتون بگنجونید. بدن سالم یه ذهن سالمه و چند تغییر ساده در سبک زندگی میتونه در بهبود زندگی کلی شما معجزه ایجاد کنه. در صورت مشاهده هر گونه مشکل بهداشتی یا اگه سوالی در مورد سلامتی خودتون داشتین، حتما با پزشکتون مشورت بکنید، چون پزشک شما رو میتونه در مسیر درست تغییر سبک زندگی و سلامتی بیشتر قرار بده. همیشه مطمئن بشید که قبل از هر گونه تغییر در سبک زندگی یا تغییر رژیم غذاییتون اول با پزشک خودتون مشورت کنید و مطمئن بشین که این کار رو به روش صحیح انجام میدید. اگه سنتون بالاتر یا شرایط خاصی دارید، ممکنه بخواید با پزشک خودتون صحبت کنید تا اطمینان حاصل کنید که سلامتیتون رو به خطر نمیندازید. علاوه بر افزودن کرفس به رژیم روزانه، حتما سایر سبزیجات و غذاهای غنی از مواد مغذی رو هم به رژیم غذای خودتون اضافه کنید. سعی کنید از مصرف غذاهای پرکالری یا پرچرب خودداری کنید و سعی کنید از پرخوری قند هم پرهیز کنید. اگه می‌خواید وزن کم کنید، این نوع غذاها رو از رژیم غذای خودتون خارج بکنید و با حفظ رژیم غذایی مناسب غذاهای سالم رو تون قرار بدید. در کمترین زمان زندگی سالم‌تری خواهید داشت. آیا دوست دارین کرفس بخورین؟ برخی از سبزیجاتی که دوست دارین تو رژیم غذایی روزانه خودتون قرار بدین چیه؟ لطفاً برامون کامنت بذارید و کانالمون رو سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن رو بغلشون فعال کنین، ما رو به دوستانتون معرفی بکنین و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.